شما بیننده خبرها از استدیو هرات هستید. درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشترود ولایت فرا با شکست سنگین طالبان مسلح پایان یافت. ولی فرا با ابراز این مطلب میگوید مخالفان مسلح دولت هزاران خانواده را به جبر و زور از منازلشان بیرون کشیده و از منازل آنها استفاده جنگی کردند. در همین حال مقام های امنیتی زون غرب کشور و ولایت فرا تلفات مخالفان مسلح دولت را در این درگیری ها بی سابقه عنوان می کنند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. والی فرا همراه با مقام های ارتش در غرب افغانستان اینجا به رسانه ها از شکست سنگین مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشترود ولایت فرا خبر می دهند. محمد آصف ننگ والی فرا می گوید مخالفان مسلح دولت برای هدف قرار دادن قرارگاه‌های امنیتی ولسوالی پشترود هزاران خانواده ملکی را از منازلشان به جبر و زور بیرون کشیده و از خانه‌های آنها استفاده جنگی کردند. اما به گفته والی فرا نیروهای امنیتی به زندگی غیر نظامیان ارزش ویژه قائلند و سعی دارند آنها آسیب جانی و مالی نبینند. خلق اذیت کرو دی خلقو تقریبا پزرها و کورنه ل کورونو نبیځه یو ډیر غیر انسانی کرغیړن برخورد د خلکو سره وسو. خلک ډیر پتنګ دي د خلکو په زرهاو شکایتونه راورسېدل. خلک غواړي چې کور ته لاړ شي او له کوره بې ځایه کولې له کوره شړلې او یو ډیر شومه ده. ولی فراه میگوید آمادگی های عملیات بهاری را علیه مخالفان مسلح دولت در فراه روی دست دارند و ای هشدار میدهد اگر ضرورت شود خودش وارد میدان جنگ خواهد شد و تا آخرین لحظات زندگیش با مخالفان مسلح دولت خواهد جنگید. ظرفی صد تیاریم، زرد زلی لده وطن قربانیم، زما سرتیری، زما سر همرز ما تیم چه منگ لوطن دفاع کو، لنوامی سو دفاع کو، او دشمن تزربه. در همین حال راز محمد اوریاخیل رئیس ارکان قلوردی 207 ظفر در زون غرب کشور میگوید مخالفان مسلح قصد سقوط ولسوالی پشترود ولایت فرا را داشتند که به گفته او با تلفات بی سابقه به عقب رانده شدند. آقای اوریاخیل میگوید در نتیجه این درگیری ها 40 طالب مسلح کشته و بیش از 50 طالب مسلح دیگر مجروح شدند. من لطالوی اختوزیات مریده جنگ پر دگر که پاتسو لپنزوس و زیاد دخمن تپیان درلوده یوه هانوی دی پولیس و زدور و منصوبین و او یوه هانوی دی دوام پل لوا یو قهرمان سرتیری تخریب کرد. شبن راگلی و او پر دیر سخت مال سرداری و دیر وشر میدی از مر پولیس امادگی داری از طول پراویلیت دایت مناور کوم انشاءالله سل پسل کی چه هیچ تشویش نکی. رئیس ارکان قلوردوی 207 ظفر می افزاید در این درگیری ها دو سرباز ارتش ملی و یک پلیس کشته و دو سرباز ارتش ملی دیگر مجروح شده است. اما طالبان مسلح تاکنون در مورد تلفاتشان در نبرد ولسوالی پشترود ابراز نظر نکرده است.